وقتی شما یه چیزی را به خدا میسپارید مزاحم کار خدا نشید. ما وقتی میخواییم سهم خدا را انجام بدیم در فشاریم. خدا میگه سپردی به من، برو کنار بذار باد بیاد. توکل کردی به من، اجازه بده من عمل کنم. دخالت نکن تو کارهایی که مربوط به منه. در جنگ روحانی خدا گاهی اجازه میده ما به مرحله از بن‌بست برسیم که تمام درها را روی خودمون بسته ببینیم. نه عقل ما، نه تجربه ما، نه دانش ما، نه روحانیت ما، نه سوابق ایمانی ما، نه عناوین روحانی ما، نه مشورت ها و تدابیر دیگران، نه تلاش و زور انسانی و نه حتی اتکا به دعا و روزه هم نمیتونه ما را از اون بحران بیاره. و خدا ما را عمدن میذاره گاهی در یک چنین بن‌بستی قرار بگیریم که جلوی ما دریا باشه، پشت سر ما لشکریان فرعون، نه راه پس داشته باشیم نه راه پیش. وقتی شما به جایی میرسید که عقلتون دیگه قد نمیده چه کار بکنید، جای خوبی رسید. وقتی سهم شما تمام میشه، سهم خدا آغاز میشه. وقتی قوت شما به ته میکشه، قدرت خدا تازه ظاهر میشه. وقتی شما نمیدانید چه کار بکنید، این خیلی عالیه، یعنی شما میتونید کاملا به حکمت اون توکل کنید. وقتی مشورت های دیگران جواب نمیده، این بسیار عالیه، یعنی شما کاملا به خدا متکی میشید. پیشیشی که کاتولیک بود رفت پرورشگاه، چند هزار تا بچه گرسنه بودن و اون راهبه اومدن گفتن این بچه الان دو ساعت دیگه از ما نهار میخوان، ما اصلا پول نداریم برای اینا غذا فراهم کنیم، پول ما ته کشیده. کشیش گفت حالا چی دارید؟ گفتن یه دو پوندی داریم. گفت بدید به من. فکر کردم میخواد مثل مسی تکثیر کنه این دو پوندو. اون دو پوندو گرفت از پنجره انداخت بیرون. گفت حالا اونم نداریم، یعنی هیچی نداریم. پس بیایید کاملا در این هیچی بودن ما به خدا توکل کنیم. اگه شما میرسید به اینجایی که هیچی ندارید، خدا رو شکر، الهی که هیچی نداشته باشید، به خدا توکل کنید. ولی وقتی شما بگید بله این نباشه اون هست، اون نباشه این یکی هست، این راه بسته بشه اون یکی راه هست، خدا هم یکی از اینا هست، هیچ وقت به جایی نمیرسید. خدا میخواد که به جایی شما رو برسونه که مثل سعدی بگید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند کسی.